سلام به تک تک شما بینندگان عزیز در سراسر جهان، امیدوارم خوب و خوش و تندرست بشید و عرض کنم حضورتون که در کنار همکار بسیار خوبم خانم دکتر نشاط ابراهیمی هستیم و خانم خیلی خوش آمدین به برنامه‌تون. متشکرم. سلام عرض میکنم خدمت بیننده‌های عزیز هر جای دنیا که هستین، امیدوارم حال دلتون خوب باشه. مرسی. عرض کنم که تعطیلات بهتون خوش گذشت؟ تعطیلات پایان هفته خوب بود، خیلی لانگ ویکند بود دیگه. رفتین کنار دریا؟ کنار دریا بله، ولی قرار امروز هم بریم. بازم بریم کنار دریا تشریف میبینین؟ بله. یعنی استخ نمیدین شما؟ استخ هم رفتم کنار دریا هم رفتین؟ بله. خب یادمون نره که بسیاری از عزیزان که الان برنامه رو میبینن احتمالاً یک سفر خارج از شهر کردن. خب طبیعتاً موقعی که برمیگردن با ترافیک مواجه میشن، انشالله که سفرشون بهشون خوش گذشته باشه و انشالله هم به سلامت برمیگردن به کانون گرم خانوادهشون، به خاطر اینکه تعطیلات لانگ ویکند رو داشتیم. خب خانم نشاط خانم، بپردازیم به رویدادهای گوناگون. بفرمایید. از جمله اینکه عضویت دائم ایران در سازمانهای همکاری شانگهای رسما اعلام شد. عضویت در این سازمان گامی دیگر برای گرمتر شدن رابطه جمهوری اسلامی با روسیه و چین است. عضویت دائم جمهوری اسلامی در روز 4 ژوئیه رسما اعلام شد و ناردانا مودی نخست وزیر هند در سخنرانی افتتاحی تازه ترین نشست سازمان که همین تصویره، نشست سازمان همکاری شانگهای ضمن اعلام خبر عضویت دائم ایران در این پیمان گفت پیوستن کشورهای جدید به این گروه نشانه اهمیت چنین نهادی است. در تازه ترین نشست اعضای پیمان همکاری شانگهای که به صورت مجازی و به میزبانی هند برگزار شد، امنیت منطقی، مسائل اقتصادی، امنیت غذایی، تغییرات اقلیمی و وضعیت افغانستان در دستور کار قرار گرفت. شما خب. کاخ سفید اصلا واشنگتن رفتین شما؟ نه نرفتم ولی چه خبری در مورد کاخ سفید بخونم؟ من که گفتم شما کاخ سفید رفتین میگین نرفتم. نه نرفتم ولی خبرشو میتونم بخونم. خبر حتما راجع به آقای بایدن و دیگه نمیدونم. این سری کشف کوکائین در کاخ سفید هستش. سرویس مخفی ایالات متحده از کشف پودر سفید رنگی که به نظر میرسد کوکائین است در کاخ سفید خبر داد. این پودر در غیاب جو بایدن رئیس جمهوری امریکا و همسرش جیل کشف شد. سرویس مخفی ایالات متحده میگوید پس از کشف این پودر سفید در کتابخانه کاخ سفید تحقیقات خود را آغاز کرده که همچنان ادامه دارد. کتابخانه کاخ سفید از محل‌های بازدید عمومی در محل این عمارت است و عموم مردم به طور منظم در آن قدم می‌زنند. این کتابخانه همچنین 2 طبقه پایین‌تر از محل سکونت ریاست جمهوری امریکا قرار دارد. بسیار خوب. یه نماینده مجلسی در مورد شرایط دولت آقای رئیسی مطلبی رو گفته. شما خبرش رو دارید؟ بله، الان خبر اینم می‌خونم. بفرمایید. ما که همش کنار نشستیم تو شما تمام خبر. اصلا می‌خوام من برم خانم نشاط. نه خواهش می‌کنم، ما کنار شما درس بستیم. شما استاد بنده هستید. اختیار دارید. بفرمایید. انتقاد نماینده مجلس از حضور گسترده نظامیان. مملکت شبیه پادگان شده. یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از حضور گسترده نظامی‌ها در مدیریت اجرایی کشور گفته است که مردم ایران از مجلس و دولت ناامید شدند. جلیل رحیمی جهان آبادی نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد درباره شکاف شیوه زندگی مقامات حکومتی با جامعه گفت خیلی از مسئولین جمهوری اسلامی درک درستی از اینکه مردم در چه وضعیتی زندگی می‌کنند ندارند. این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ابراهیم رئیسی رئیس دولت جمهوری اسلامی یک نظامی را وزیر کشور و یک نظامی دیگر را معاون سیاسی گذاشته گفته است در خراسان رضوی هم یک نظامی را استاندار کردند و خداوکیلی شبیه پادگان شده و ما نمیدانیم درد ملت را به چه کسی بگوییم. خب نشاط خانم، میدونیم که طی چند روز گذشته واقعا رویدادهای در فرانسه حائز اهمیته. از فریبای عزیز خواهش میکنم یه فایلی در این رابطه مربوط به پاریس داشته باشیم که یک مطلبی هستش که میخوام براتون
اشاره کنم این مطلب رو که رب پیدا میکنه به عرض کنم که داستان ما هم کم و بیش به این مربوط. نائل 17 ساله، مهسای 21 ساله از قلب پاریس تا قلب تهران در پی کشته شدن یک جوان 17 ساله در پاریس، اعتراضاتی در فرانسه شکل گرفته که برخی این اعتراضات را مشابه حوادث پاییز در ایران خواندند. در فرانسه ریشه اعتراضات به کشته شدن یک نوجوان 17 ساله مهاجر برمی‌گردد و بعدتر مسئله حقوق بازنشستگان هم اضافه شد. در ایران اما اعتراضات با یک مسئله اجتماعی حجاب شعله‌ور شد و بعدتر مسائل اقتصادی هم اعتصاب شد. اعتراضات ما با اعتراضات اونها دقیقاً چه فرقی دارن؟ نکته کلیدی این اعتراضات که به معنای دقیق اختشاش و حتی شورش است، پرهیز از تلفات جانی است. تلفات جانی یک تیغ دودم است که در دست دولت است. بعضاً برای سکوت و خاموش کردن اعتراضات به کار می‌رود تا شورش ادامه پیدا نکند که در برخی از جوامع این سیاست به ظاهر پاسخ می‌دهد. ولی یک روی ماجرا است، زیرا ریختن خون همیشه این ظرفیت را دارد که به مسابقه ریختن بنزین بر روی آتش اعتراضات عمل و آن را شعله ور کند. حتی اگر در کوتاه مدت هم به این نتیجه منجر شود، در میان و بلند مدت اثرات ویرانگری دارد. دولت هایی که اعتماد به نفس کافی دارند اجازه نمی دهند که این اعتراضات با خونریزی همراه شود، زیرا پس از آن جمع کردن سیاسی ماجرا سخت‌تر و حتی ممتنع می شود. یعنی با توجه به این همه خرابی هایی که در چند روز گذشته شاهد بودیم، موردی که در ارتباط با قتل پیش بیاد و کسی کشته شده باشه نبود، ولی خب پلیس مقاومت خودش در برابر این اختشاشات نشون داد. ولی تفاوت اعتراضات ما با اعتراضات اونها همونطور که عرض کردم کاملا متفاوته. دیگه چه خبر؟ بله، من در مورد ساختمان لوکس محل زندگی آقای اکبر تبری میخوام صحبت کنم. آقای تبری که زندان بود؟ بله. 30 سال زندان شده؟ بله. و میگفتن دوستای من برام همه کاری میکنن. بله دقیقا، یعنی دوستای شما نه؟ دوستای ایشون. دوستای ایشون. بله. همونطوری که در عکس میبینین، بله، آقای اکبر تبری عکسی از یک ساختمان در فضای مجازی بازنشر شده که گفته میشود اکبر تبری مقام سابق و از محکومان معروف که دوباره به صدر اخبار رسانه‌ها بازگشته در این مجتمع لوکس زندگی می‌کند. اکبر تبری در 23 تیر 1398 بازداشت شد، اما حالا به صورت رسمی اعلام شده که با وثیقه 300 میلیارد تومانی آزاد شده و در خارج از زندان به سر می‌برد. بله واقعا خیلی جالبه، هم آزادی 2-3 نفر از این دست اندرکاران دولت مردان واقعا حیرت عجیبی رو پدید آورده، به خصوص این که در هفته قضات یا قوه قضاییه، عرض کنم حضورتون، قوه قضاییه عرض کنم که رهبر انقلاب آیت الله خامنه ای اشاره کرده بودن که میبایستی بهتر از اینا باشه. به هر حال این هم از رها برده. و اما آقای عباس عبدی می نویسد این دولت محرومان است، وای با آنکه دولت برخورداران می بود. عباس عبدی نوشت چند روز پیش خبری دیدم که کسی سوار هواپیمای تبریز به تهران شده بود و از پذیرایی عالی آن تعجب می کرد. وقتی جویای ماجرا می شوند می گویند همراهان آقای رئیس دولت در این هواپیما هستند، لذا از همه به صورت ویژه پذیرایی شده است. این دولت محرومان است، وای با آنکه دولت برخورداران می بود. خب من یه خبر دیگه میخوام بگم در مورد مهسا امینی که نصب تابلوی مهسا ژینا امینی در خیابانی در اتاوا. شهرداری اتاوا تابلوی نمادین به نام مهسا ژینا امینی در امتداد خیابان متاکرف، جایی که سفارت پیشین جمهوری اسلامی در آن واقع شده، نصب کرد. تابلوی مهسا ژینا امینی به مدت 1 سال در این محل باقی خواهد ماند. شما انشالله که اگر بخواید ماشینتون رو عوض کنین، برند بعدی چی میتونه باشه به نظرتون؟ اگر لامبورگینی دوست دارم. بله، یعنی تسلا نمیخواین سوار شین؟ تسلا یه مدت دوست داشتم، ولی خب دیگه الان خیلی خیلی پرفروش شده تسلا. بله. خیلی زیاد شده. بله. و لامبورگینی میخواین سوار شین؟
دیگه حالا ایشالله تمام تلاشمون رو میکنیم. پرش نمیکنی سوارشی؟ نه فقط لامبورگینی میکنی سوارشی؟ بله البته استون مارتین هم دوست دارم ولی خب ترجیحم لامبورگینیه. تغییری که کردین شما بله استون مارتین رو میتونم تبلیغشو بکنم چون من خودم مدلش بودم و ازم خواستن که ماشین رو بردم ولی خب خیلی قیمتش بالا بود. شما مدلش هم بودین میخواستن ازتونم پول بگیرم؟ خب خیلی گرونه ماشینش ارزون نیست. حالا نمیشه تسلا رو بگیرم من یه سری با آقای ایلان ماسک بزنم شما تسلا رو قبول کنید؟ اگه برنامه تقبل میکنه که تسلا به ما بوده برنامه قطعاً. قبول نمیکنه اگه اسپانسر بشه قطعا سوار میشه. چرا که با کمال من اما آقای ایلان ماسک اشاره کرده که تسلا پس از کاهش قیمت رکورد فروش تعداد خودرو را شکست. مدیر عامل تسلا میگوید پس از کاهش قیمت‌ها جهت بالا بردن میزان فروش این شرکت خودروسازی در سه ماه منتهی به پایان ژوئن رکورد تعداد خودرو تحویل داده شده را شکسته است. شرکت خودروسازی تسلا اعلام کرد 466,140 دستگاه خودروی الکتریکی در سه ماه دوم سال جاری تحویل داده است که در مقایسه مدت مشابه در سال گذشته 80% رشد نشان می‌دهد. آقای ماسک در اوایل سال جاری گفته بود که معتقد است دنبال کردن سیاست فروش بالاتر با حاشیه سود کمتر انتخابی درست برای این شرکت و این اضافه کرده است که تسلا قیمت خودروهای الکتریکی خود را در بازاری که از جمله ایالات متحده بریتانیا و چین به منظور رقابت با تولید کنندگان رقیب کاهش می‌دهد. خب شما میخوای از چی صحبت کنی؟ من در مورد آقای بیرانوند میخوام صحبت کنم. بله شما هم شهری خودم. اه؟ بله. راست میگی؟ بله. بله. پس پارتی بازی میخوایم بکنی؟ بفرمایید. عرض کنم که حالا قبل از اینکه نشاط عزیز در مورد آقای بیرانوند صحبت کنم بعد اشاره بکنم که ما در تمام آشپزخانه های خانه بنده خودم عرض میکنم کابینت ها رو میخواستم بگم. کابینت های شما رو نمیدونم ولی کن تمام کابینت ها مربوط به محصولات مواد غذایی صرفه. در نتیجه بهترین انتخاب برای تضمین سلامتی خودتون و خانوادتون از محصولات غذایی صدف استفاده کنید. محصولات غذایی صدف همونطور که کم و بیش اطلاع دارین در سراسر امریکا، کانادا، اروپا و بخشی از خاورمیانه در دسترس شما هست. به خصوص که محصولات غذایی صدف مورد تایید اداره بهداشت و دارایی کشور امریکا قرار گرفته. ببخشید خانم، میبینم که رب گوجه فرنگی صدف رو انتخاب کردید برای خودتون. میتونم بپرسم چرا از این رب استفاده میکنید؟ بله، چون رب گوجه فرنگی صدف خالص و طبیعی و خیلی خوشمزه است. غلیظ و خوش رنگ، طعم خونگی هم داره. چرا دو تا برداشتین؟ چون دو نوع، با نمک و بدون نمک داره. آشپزی با رب گوجه فرنگی صدف انتخاب خانواده ها. من رب گوجه فرنگی صدف رو با هیچ نوع رب دیگه عوض نمیکنم. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. خب بفرمایید. همشهری عزیزم آقای بیرانوند صحبت کنم. آقای علیرضا بیرانوند در اقدامی خلق السایه با مراجعه به سازمان لیگ در خیابان شیخ بهایی قراردادش را با باشگاه پرسپولیس فسخ کرد و همانطور که انتظار می‌رفت هیچ پاسخی به خبرنگاران درباره این موضوع نداد. سردرگمی‌ها وقتی بیشتر شد که در خبرهای مربوطه شایعه مذاکره بیرانوند با استقلالی‌ها تایید شد و این در حالی بود که دروازه‌بان پرسپولیس باز هم به سکوتش ادامه داد. شاید کمتر کسی تصور می‌کرد بمب نقل و انتقالات در خود باشگاه پرسپولیس آن هم به این صورت عجیب منفجر شود، اما به نظر می‌رسد اقدام بیرانوند یک اعتراض خشمناک به شرایط فعلی باشگاه پرسپولیس باشد که وضعیتی نامعلوم در نقل و انتقالات و عملی نشدن وعده ها دارد. بیرانوند اگر به استقلال برود در واقع بخشی از دستاوردهای خود را در پرسپولیس به حراج گذاشته است و بخش مهمی از کارنامه‌اش در فوتبال ایران که شامل چندین جام قهرمانی است مخدوش خواهد شد و از همه مهمتر طیف وسیعی از هواداران فوتبال را هم از دست می‌دهد. و همین دلیل است که درباره شایعات مربوط به استقلالی شدن بیرانوند باید با احتیاط بیشتر پیش رفت.
تا اگر به هر دلیلی میان باشگاه پرسپولیس و او توافق تازه‌ای حاصل شود خیلی شگفت زده نشوید. از اون طرف هم مدیر عامل باشگاه استقلال همونطور که در الان رو کپشنش هم میبینید اعلام کرده ما یک پیشنهاد 95 میلیون دلاری ریالی تومانی به ایشون دادیم. خب این از اون طرف هم آقای بیرابند واقعا ته دلش اینجوری که مشخصه میخواد در پرسپولیس بمونه ولی که هم منتظر عکس‌العمل مدیران بیخیال پرسپولیس هستش. و از اون گذاشتم عقاب آسیا جانشین بیرابند رو معرفی کرده، یعنی بعد از انتشار خبر فسق بیرو با سرخپوشان ببخشید یک منبع آگاه به خبرنگار اعتماد آنلاین اطلاع داد که برخی تماس‌ها از باشگاه پرسپولیس با امیر عابدزاده گلر لژیونر فوتبال کشورمان برقرار شده تا اگر رفتن بیرو قطعی شد او وظیفه حفاظت از دروازه‌بان سرخپوشان را در فصل بعد بر عهده بگیرد. حال احمد رضا عابدزاده دروازه‌بان اسبق تیم ملی و باشگاه پرسپولیس با انتشار یک استوری در صفحه شخصیش در اینستاگرام نشان داد که پسرش گزینه اول سرخپوشان برای جانشینی بیرابند است. خب من میخوام یه خبر بخونم در مورد انتقاد از حضور برخی هنرمندان در برنامه صدا و سیما. چیستا یسروی نویسنده و کارگردان تئاتر از حضور برخی هنرمندان در برنامه‌های رادیو و تلویزیون دولتی ایران انتقاد کرد. او در یک استوری اینستاگرامی نوشته لعنت به آدم‌ها و بازیگرهای دورو. خونه تا فرش زیر پاشون رو دولت داده، خبر دارم. الانم برای داوری یه برنامه تلویزیون خدا تومن میگیرن. این هنرمند نوشته که این افراد ادای هنرمند مردمی رو در میارن. عرض کنم که می‌بینیم که وقتی ما در جاده ها رانندگی میکنیم در خیابان ها اگر محصول شهرداری یا در برق مشغول کاری هستن دور خودشون محافظت میذارن، از این ساین‌های متعدد میذارن. حالا از فریبا عزیز میخوام خواهش کنم یه صحنه رو نشون بدن که یک کارگر شهرداری مشغول به کار بوده و ببینید چه اتفاقی براش پیش میاد. واقعا این برای همه ما لازمه که در یک همچین مواقعی نهایت احتیاط رو بکنیم. اضافه کنم ویدئویی که نظرتون میگذره صرفا برای آگاهی عمومه و از اون طرف هم میخوام به آگاهیتون برسونم مشخص نشده که این صحنه و این اتفاق در کجا پیش آمده ولی تماشا کردنش به ما یه خوشداری میده. خواهش میکنم فریبا جان. میدونه چی کار بکنه و حالا مردم میان و بالاخره اون معلوم بود که این راننده خانوم وحشت کرده. فریبا جان به خاطر اینکه مجدداً در مسیر این اتفاق که یه هشداری برای ما قرار بگیریم خواهش کنم یه بار دیگه پخش کنید ببینید وحشتناکه. اون یک ساین فقط یک ساین گذاشته بود برای اینکه داره مشغول کاره، در حالی که این ساین بعد جلوتر میزه و تعداد ساینان باید بیشتر بود و مردم هم اونجا تعجب زده هستن و بالاخره به این راننده میگن برو عقب و حالا دیگه حوادث بعدی طبیعتا ما در جریانش نیستیم ولی به هر حال صحنه وحشتناک. این هم از این که باید واقعا از هر نظر مراقب باشیم. خیلی ایمنی خیلی مهمترین چیزه واقعا و توی هر کاری که توی امریکا میرین اول از همه سیفتی و همون ایمنی رو به شما گوش زد میکنن. دقیقا. امیدوارم که همه در هر جای دنیا اول از همه ایمنی رو رعایت کنن چون سلامتی شما از هر چیزی مهمتره. ولی واقعا انصافا در امریکا واقعا ما روزمره شاهدیم بله. که برای حفظ اون کارگرها بله. از همه گونه امکانات ایمنی استفاده می‌کنن. دقیقاً. و از خیلی خون. قبلتر بله. میذارن سایه‌ها رو که سرعتو بیاری پایین. کاملا.
خب من در مورد درخواست خواننده زن برای رفع ممنوعیت آوازخوانی زنان میخوام صحبت کنم که مهدیه محمدخانی خواننده موسیقی با استفاده از هشتگ آواز جنسیت ندارد از مردم و هنرمندان دعوت کرد تا در کنار یکدیگر برای رفع ممنوعیت آواز زنان در ایران تلاش کنند. او در حساب کاربری خود در اینستاگرام نوشته برگزاری کنسرت بانوان از دید من و بسیاری همکارانم نوعی بی احترامی به مردان کشورمان است که از انجام آن همواره اکراه داریم و همچنان همخوانی با خواننده مرد هم توهین به کل جامعه فرهیخته و اهل هنر ایران بوده و این وضعیت تلخ و خنده‌دار باید برای رسیدن به وضعیت پایدار و برابر به سرعت بررسی و حمایت شود. بسیار عالی. من قبل از اینکه در خصوص خانم الناز نوروزی خبر رو به آگاهی شما برسانم که یک هنرپیشه هستن که در هندن و در بالیوود هستن و عرض کنم حضورتون در هالیوود هم مشغولم. محصولات غذایی صدف که براتون صحبت کردم جای خود، رستوران صدف هم حرف دیگری در ارتباط با کلمه صدف یا اسم صدف. رستوران پنج ستاره صدف که همه بهش براوو میگویند در طی همین چند روز تعطیلات پایان هفته که بسیاری از عزیزان سفرهای دور و نزدیک داشتن، شاهد بودم که من رفته بودم دیدم بسیار این رستوران مملو از جمعیته و مشخص بودش که عزیزانی که برای گذراندن تعطیلاتشون به لس آنجلس آمدن حتما یک سری هم به این رستوران زدن، چنان که مدیران و همچنین عزیزانی که در رستوران صدف هستن اشاره میکردن چهره های تازه است و معلوم بودش که عزیزانی هستن که از نقاط دور و نزدیک برای صرف غذای مطبوع و لذیذ رستوران صدف به این محل رفتن، چه در انسینو چه در تازانوکس. شما هم حتما سری به رستوران صدف بزنید اگر نرفتید. رستوران صدف رستوران پنج ستاره است و برای کیترینگ شما هم از هر نظر از صد نفر به بالا هم اعلام آمادگی میکنه. از شما متشکریم. رستوران های پنج ستاره صدف در انسینو و تازانوکس از حسن استقبال کم نظیر و صمیمانه شما سپاسگزارند. بدون تردید از جمله دلایل موج گرایش شما برای صرف غذاهای رستوران های پنج ستاره صدف، کیفیت و سرویس این رستوران انتخابی است. مایلید در پدیو از شما پذیرایی شود یا برایتان دلیوری کنیم و یا سفارش دهید و پیکاپ کنید. رستوران های صدف همچنان پیشتاز و پنج ستاره است و طبیعتاً براوی شما هم ادامه دارد. صدف انسینو 16240 ونچورا بولوارد 818-981-8100. صدف تازانوکس 868 ایست تازانوکس بولوارد 805-371-8100. رستوران های پنج ستاره صدف. من با خانم نشاط الناز نوروزی که بازیگر ایرانی بالیوود و هالیوود با صدای معترضان داخل کشور باشیم. ایشون گفت الناز نوروزی هنرمند ایرانی آلمانی ساکن هند و از چهره‌های شناخته شده بالیوود از ضرورت حمایت از مردم ایران گفته و درباره فعالیت‌های هنری خود در بالیوود و هالیوود نیز توضیحاتی داد. او علاوه بر بازی در سریال‌های تلویزیونی و فیلم‌های سینمایی به عنوان خواننده و مدل نیز فعالیت می‌کند و طرفداران زیادی دارد. الناز نوروزی با انتشار مطالب متنوعی در حساب کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی با زنان و جوانان ایرانی ابراز همبستگی کرده است. فیلم حادثه قندها به کارگردانی ریک رومانوا نخستین تجربه سینمایی الناز نوروزی در هالیوود است. او در این اثر با هنرمندانی مانند جراب بافر و نوید نگهبان همبازی شده است. این هم از هست. خب من میخوام در مورد اعتصاب کارگران هتل‌های امریکا بر سر دستمزد و مسکن صحبت کنم که چندین هزار کارگر در حدود 12 هتل کار را ترک کردن و انتظار می‌رود با ادامه اعتصاب تعداد آنها افزایش شود. به گفته مقامات اتحادیه کارگری هتلداران لس آنجلس، هزاران نفر از کارکنان هتل‌های منطقه لس آنجلس و اورنج کانتی
اعتصاب کردند. آنها خواستار افزایش حقوق و مزایای بهتر در منطقه‌ای شدند که هزینه‌های اجاره بالای مسکن زندگی افراد مزدبگی را در نزدیکی محل کارشان دشوار می‌کند. حدود 15,000 کارگر در بیش از 60 هتل بزرگ در لس آنجلس و کانتی اورنج کانتی پس از پایان قرارداد خود اعتصاب کردند. این یکی از بزرگترین اعتصاباتی است که در صنعت هتلداری ایالات متحده در دهه‌های اخیر به وقوع پیوسته است. بسیاری از آنان در طول همه‌گیری کرونا بیکار بودند و در حالی که سود صنعت گردشگری در آمریکا در همین مدت دوباره افزایش یافته است، گروه هتل با پیشنهاد افزایش دستمزد 2.50 دلار در ساعت در 50 سنت. 50 سنت. 50 سنت. 2 دلار 50 سنت میگم. بله، در ساعت در 12 ماه اول و 6.25 دلار در 4 سال برای اکثر کارگران مخالفت کرده است. دستمزد خانه‌داران در بیول هیلز یا همون هاوس کیپرها منظورشونه و مرکز شهر لس آنجلس که در حال حاضر 25 دلار در ساعت درآمد دارند، در سال آینده 10% افزایش می‌یابد و طبق پیشنهاد هتل‌دارها تا سال 2027 تازه به رقم 1 دلار می‌رسد. خیلی ها میگن 2 دلار رو 50 سنت بیاین. یه فیلمی در این رابطه هست که کارگران همین هتل‌ها اعتصاب کردن. از فرهاد عزیز خواهش می‌کنم یه بخش کوتاهی از این ویدیو رو که در یکی دو روز گذشته در دانتان لس آنجلس اتفاق افتاده ببینید. همونطور که اشاره کرد نشاط، در روزهای آینده شاید تعداد بیشتری از هتل‌ها کارکنانشون کارگران در واقع هتل‌ها به این جمع به اعتصابیون بپیوندن. Thousands of hotel workers in Los Angeles, California went on strike on Sunday morning as they pushed for better wages and benefits, kicking off what was expected to be one of the largest US hotel strikes in recent history. Unite Here Local 11, which represents thousands of cooks, room attendants, dishwashers, servers, bellmen, and front desk agents at hotels in Los Angeles and Orange counties, said in a statement that union workers were struggling to afford housing in the cities where they worked and had suffered job cuts during the COVID-19 pandemic while industry profits soared. گزارشگر هندی بودش، ولی میدونی که بیشتر کارکنان یا مکزیکیان، اسپانیشان، فیلیپینیان و همچنین هندی. خب خانم دکتر نشاد عزیز، یک اتفاقی چند روز قبل در هنگام تمرین تیم استقلال با حضور آقای نکونام که سرمربی تیم هستن در ورزشگاه پیش آمد که باعث تأسف همه شد. یه فایل در این رابطه که باید اشاره کنم که در این اتفاقی که پیش آمد دو تا سایت خبری واقعا پیشگام بودن، یعنی به طور کلی پرداختن به این اتفاق بسیار ناگوار. یکی سایت خبر ورزشی بود و دیگری سایت تابناک. این دو سایت واقعا در ارتباط با ریزکاری ها و اتفاقی که در این تمرین رویداد انجام داد، پلیس با دستگیری عوامل کتککاری و جنجال در تمرین استقلال به وظیفه‌اش عمل کرد. وزارت ورزش و باشگاه چطور؟ هیچی. طبق اعلام پلیس پایتخت، عوامل درگیری و اختلال در تمرین استقلال دستگیر شدند. همانطور که در خبرهای چند روز قبل مطالعه فرمودید، رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس تهران بزرگ از دستگیری متهم اصلی در حمله به هواداران تیم استقلال و سه نوچه‌اش خبر داد. پلیس تهران به سرعت به وظیفه‌اش عمل کرد و طبق وعده‌ای که داد ضمن ورود به ماجرای اولین تمرین پرحاشیه استقلال، اخلالگران را بازداشت کرد. اما وزارت ورزش و باشگاه استقلال چطور؟ چگونه به وظایف خود عمل می‌کنند؟
آیا تقصیر را به گردن دیگران انداختن و شوت کردن توپ به زمین این و آن دردی را دوا می کنند؟ صدور بیانیه‌های تأسف بار می توانند از حیرت هواداران واقعی از این تیم بکنند. به جز پلیس تهران که بابت این سرعت عمل ویژه باید از آنها قدردانی کرد، سایر مدیرانی که به طور مستقیم در این رابطه مسئولیت دارند چه خواهند کرد؟ آیا وزارت ورزش با بیانیه ساده و انتقادی کار تمام شده می دانند؟ یا مدیریت باشگاه استقلال با چند مصاحبه تصور می کنند مشکل حل شده؟ به نظر می رسد که این ماجرای تخت فقط با دستگیری عاملان خشونت در تمرین استقلال نباید فیصله داد. همچنین سایت تاپناک اشاره کرده که از هانی خمانه‌دار با عنوان یکی از اشرار به نام تهران به نام نام برده که مناسباتی با برخی مسئولان دارد و در مهمانی‌هایشان شرکت کرده است و تنها شروری است که پرشه سوار می‌شود و از گندلات‌های صاحب بار نیست است، به این معنی که از مواد فروشی یا یک منطقه حساب می‌گیرد. به گزارش تسنیم، حراست وزارت ورزش به مدیر باشگاه استقلال تذکر داده و قرار شده که اتفاقات رخ داده در تمرین روز پنجشنبه به دقت مورد بررسی قرار گیرد. در پی انعکاس گسترده حوادث نخستین تمرین استقلال، اعتراض هواداران به حضور شرورت‌های تحت حمایت حجت کریمی این باشگاه با بایاز صدور بیانیه عذرخواهی کرده. و در همین حال کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال هم اعلام کرد که هانی خلیفه‌دار، پیام نظری و علی تشتکی از حاضران در جلسه تمرین فوتبال استقلال می‌کنند. چه کار مهمی کردن. حالا خانم دکتر، اینو گفتیم از فریبا عزیز خواهشتم یک ویدیویی هست که همین آقای هانی کرده مهمانی آقای روحانی رئیس جمهور سابق بوده، یعنی یه طوری اینجور مطرحه که این هانی کرده با بسیاری از عوامل هشت و نشت داشته، بشین و بشا داشته. نگاه میکنیم به این ویدیویی که در افطار آقای روحانی رئیس جمهور سابق ایران است. خواهش میکنم. طرح آسی و فریبا جون، یه دونم توی ایمیلمون در ارتباط با مهمانی آقای روحانی هست که ایشون رو دعوت کردن در افطارشون، اگر اونم لطف کنید ممنون میشن و حتی ایشون به سوریه میفرستن خانم نشار و اونجا ویدیوشو داریم ما. میگه فرمانده منم، میگه فرمانده علنن، حالا امیدوارم که این ویدیو رو پخش کنی، میگه فرمانده منم در سوریه. بله، مال آقای روحانی رو نمیذاره این در فرمانده. اون فرمانده منمش اگه ممکنه ببینیم، فرمانده منم باز نمیشه. مال آقای روحانی چی؟ بله، این به هر حال خب اگه نمیشه خودتون ناراحت نکن دیگه. خب میخواییم اونو بعدا در یه فرصت دیگه ببینیم آیا میتونیم اینو باز کنیم. به هر حال این ویدیو در دسترس هستش و میتونید تماشا کنید. خانم شما میسی که یه خبر، خانم دکتر یه خبر، بله یه خبر پزشکی دارم. پزشکی در مورد ویتامین C هستش. ویتامین C که اکثر مردم میدونن و در جریان هستن که به صورت حالا آب پرتقال یا پودرهای آماده در بازار هستن که مصرف میکنن، ولی الان تمام کمپانی های زیبایی اومدن ویتامین C رو برای جذب بهتر به کرم ها و لوشن ها اضافه کردن. لوشن یا همون لوسیون هایی که اکثرا میگن لوسیون ولی اصلش لوشنه. چه خاصیتی داره؟ کمک میکنه به سفت کردن و درخشان کردن پوست و جلوگیری میکنه از پیری و کمک میکنه به جذب بیشتر کرم ها و ضد آفتاب ها. ولی من توصیه‌ام اینه که در یه تایم خاصی یا روز یا شب این
کرم رو بزنین، کرم ویتامین سی رو، به دلیل اینکه یک میزان خاصی رو در طول روز جذب میکنه پوست ما و بیش از اون دیگه جذب نمیشه، یعنی الکی روی پوست ما قرار میگیره. نور خورشید تاثیر ویتامین سی رو روی پوست کم میکنه. اگر شب بزنین خیلی بهتره، به خاطر اینکه هیچ گونه مزاحمت و عوامل بیرونی نیست که میزان جذبش رو کم بکنه و همین باعث میشه که ویتامین سی به مرور زمان لکهای شما رو کم بکنه، حلقای تیره دور چشم شما رو کم بکنه و باعث صفر شدن و درخشان شدن پوستتون میشه. حالا من یه چیزی دیگه در مورد ویتامین سی بگم. ویتامین سی که میخوریم، ویتامین سی که میخوریم چون محلول در آب هست، بهترین زمان استفادهش 40 تا 45 دقیقه قبل از صبحانه است و این خیلی کمک میکنه به افزایش سیستم ایمنی بدن. آیا در اون کسانی که ناراحتی معده دارن اسید معده‌شون اذیت نمیکنه دکتر؟ نه نه، یک بار در طول روز بخورن مشکلی نیست، چون خیلی از ویتامین هایی که در بدن هست به میزان کافی تولید نمیشه و ما باید با استفاده از مکمل ها اونو به بدنمون، مکمل ها یا مواد غذایی. حالا تو مواد غذایی خب قطعا مرکبات حاوی ویتامین C هست، ولی اگر از پودرها یا قرص جوشان استفاده میکنین چون محلول در آب هست 40 تا 45 دقیقه قبل از صبحانه، و اگر ورزشکار هستین این رو میتونین قبل از شروع بدنسازی یا تمرینتون حتما بخورین و خیلی کمک میکنه همونطوری که گفتم به جلوگیری از چین و چروک، جلوگیری از پیری و افزایش سیستم ایمنی، همینطوری که ایشون گفتن باعث کاهش حلقای تیره دور چشم میشه. بله من همه اینا رو دونه دونه توضیح دادم که حلقه رو نگفتم، حلقه رو نگفتم، اولش گفتم آقای سفر. من خیلی سعی میکنم به زبون ساده و عامیانه برای همه توضیح بدم که همه متوجه بشن. پس مصرف ویتامین سی رو حتما جدی بگیرید چون برای دندون هم خیلی مهمه و استخوان. بسیار ممنونم از این توضیح کامل و جالب شما. و نشاط خانم شما عطاری میرین؟ رفتین؟ بله. راست میگین؟ بله، یه جاییه که بالاخره همه رفتن. کدوم ساندویچش رو بیشتر دوست داری؟ من اولین روزی که اومدم امریکا دقیقاً بعد از فرودگاه رفتم رستوران عطاری. ساندویچ خوردین یا غذا؟ بله، ساندویچ کوبیده خوردم. ساندویچ کوبیده. بله. عطاری جایی نیست که هیچ کس نرفته باشه. خانم نشاد از فرودگاه، اومدین رفتن؟ بله، اولین باری که از ایران اومدم مستقیم رفتم از فرودگاه لس آنجلس درایو کردن به عطاری. خب به هر حال غذاهاش بسیار متنوع، ساندویچش که اصلا بی‌نظیره، حرف نداره. به هر حال عطاری میادگاهی است برای همه دوستان، به خصوص که دانشجویان دانشگاه UCLA از عطاری واقعا لذت می‌برن و همچنین دیگر عزیزان. و حال عطاری یک میادگاه جالبی است، ضمن اینکه فقط و فقط و فقط روزهای جمعه آبگوش سرو میکنه و روزهای دوشنبه هم تعطیل ساعت کار عطاری تا 5 بعد از ظهر، روزهای شنبه تا ساعت 7 بعد از خب من میخوام در مورد مشاهده نخستین ابرماه سال 2023 صحبت بکنم. میدونین که دوشنبه از شروع شده، سه روزم ادامه داره. بله، به صورت کاملا پرنوره و قرص ماه کاملا بزرگه. و دلیلش هم اینه که مدار گردش ماه به دور زمین به جای اینکه دایره کامل باشه به شکل بیضی هست.
من میخوام در مورد شاهدخت دیانا صحبت بکنم که الهام بخش آخرین مجموعه ژاکموس است. خانه یعنی مد... بله اون خانم طراح معروف. بله خانه مد ژاکموس در یک نمایش خیره کننده از مجموعه بهار تابستان 2024 خودش رو نمایی کرده که خانم سیمون پورت ژاکموس خالق و طراح این خانه مد در گفتگویی که پیش از نمایش داشته به نقش فضای شاعرانه و رسای در طرح‌های خودش اشاره کرده که همچنین شاهزاده خانم دیانا رو به عنوان دیگر منشأ خودش الهام بخش خودش دونسته و معرفی کرده و نقش اون رو در گردنبند سرج مروارید و یاقوت کبودی که کندال جنر به گردن آویخته بوده دیده و همونطور که میبینین این بر ایشون با یک فرش قرمزی که اومده بودن توی قایقا بودن بله برای مدلاشون که اجرا کرده بودن همونطوری که توی عکسا میبینین سعی کردن که از طرح‌های خودشون که برگرفته از یک تنوعی رو به وجود بله. دیوید بکام و خانومش هم که میدونی خانومش دیوید بکام یکی از طراحان مطرح هستش در این شو هم حضور داشتن بله دیوید رو میبینیم با همسرش که در یک قایق نشستن شما حاضر اون تصویرهای اول رو یه تصویر نشون بده این لباس رو بپوشین همون تصویرهای اول تصویر اول این رو حاضر این شما بپوشین خب ما توی فشن شو که داشتیم نمیتونیم لباس رو انتخاب بکنیم اونا به انتخاب بله دیزاینر انتخاب میکنه به اصطلاح ولی من همیشه قبل از شروع هر فشن شو با دیزاینرم صحبت کردم که من از پوشیدن لباس‌های لختی امتناع می‌کنم. بابا به شما بابا. و همیشه هم به نظر من احترام گذاشتم. اگه لامبرگینی بدن چی؟ نه. هیچ چیزی دلیلی بر این نمیشه که من لامبرگینی دوست دارم. نه حالا میدونم. گفتم اگه بگن که آه نمی لختی لختی که من نه اصلا کلن من سعی می‌کنم که با پوشش درست خودم رو بالا بکشم بابا. حالا من یه سوالی از شما دارم یه عکسی رو میخوام بهتون نشون بدم بفرمایید که ما فریبا جان این عکس رو نشون بده با مثل که در حدود چندین روز باید صبر کنیم نه آها و عکس من اینجا چیکار میکنه 174 روز و 4 ساعت و دیگه 178 ساعت و چیه اون زیرش روزه چه شده؟ چه خبره؟ Coming soon من دارم از شما میبرسم این جریان چیه؟ من نمیدونم ای خانم من این تو... من تمام سوشال میدیامو بستم نمیدونم این بگی شما نیستی؟ بله من هستم نوشته Coming soon نمیدونم شاید خبرای جالبی لامبرگینیه در راه باشه ولی خیلی برام جالب بود که عکس خودم رو دیدم با اینکه من تمام سوشال مدیام رو بستم و تنها راه ارتباطی من با شما از طریق تلویزیون هست و خیلی خوشحالم که همیشه مهمون و گرم خونه های شما هست مرسی خانم به هر وقت برنامه ما در اینجا تموم میشه خانم دکتر خیلی لطف کردید آمدید از فریبا عزیز کارگردان فنی برنامه بسیار سپاسگزارم از شما خداحافظی میکنم تا فردا ساعت 4:15 دقیقه وقت لس آنجلس در برنامه تاک شو خدا نگهدارتون ایام بسیار خوبی رو برای تک تک شما آرزو داریم روز و شب شما بخیر هر جای دنیا که هستید مرسی خدا نگهدار خداحافظ خسته نباشید